بگیره و اصلا جوری که خود پلتفرم یوتیوب ساخته شده به نفعمونه که رو تیم هم دیگه باشه. اصلا الان میگن collaboration is the new competition. صادقی هستم، اومدم امروز براتون با یه اپیزود دیگه از پادکست که در رابطه با موفقیت و ساکسس و بیزنس و اینا صحبت بکنیم. و چند روز پیش یه لایو داشتم، همتون از من خواسته بودین که با امیر توسلی که الان اینجا نشسته در کنار من پادکست بسازم و خیلی شانسی ما با هم دیگه کانکت شدیم. حالا داستانشون رو بعداً بهتون توضیح میدم، ولی خلاصه این شما و آرزوتون به حقیقت رسید. امیر اینجا نشسته در کنار من. امیر جان بخوای با بچه‌ها یه صحبت بکنی؟ شما لطف داری، من خیلی خوشحالم که بالاخره با آقا پوریا این پادکست رو گذاشتیم. همونجوری هم که پوریا گفت قراره توی این پادکست توضیح بده که چه جوری شد که اصلا با هم ارتباط برقرار کردیم. و مرسی پوریا جان که دعوت کردی. میدونم یه پادکست خیلی باحالی الان باید بهم اینقدر سر گلی هستی که واقعا باهات کامیکیشن خیلی راحته، صحبت کردن راحته و این که احساس میکنم تو از اون افرادی هستی که میشه باهاش در تو با این موارد صحبت کرد، حالا چه در زمینه کاری چه در زمینه موفقیتی که رسیدی بهش یوتیوب. خب میدونم یکی از قدیمی ترین کسایی هستی که روی یوتیوب کار میکردی، با زبان انگلیسی شروع کردی و چیز جالب بیشتری که من تازه فهمیدم اینکه تو از 4 سالگی کانادا بودی ولی فارسی رو به این خوبی صحبت میکنی که واقعا خیلی نکته خوبیه. و واقعا من از این قضیه خیلی خوشحالم، چون بعضیا میان خب فارسی یادشون میره بعد دنبالش نمیگیرن، بعد با آدما و افرادی که خب هموطن خودشون هستن دیگه دیسکانکت میشن. و اینکه تو اینو نگرشی خیلی خوبه. می‌خواستم سوال ازت بپرسم. خب الان تو توی یوتیوب خیلی اکتیو بودی و یه مدتی چه مدت 6 ماه فکر کنم از کانتنت ساختن روی یوتیوب فاصله گرفتی. می‌خواستم توضیحی بدی که ببینیم مثلا چرا همچین قضیه اتفاق افتاده. درست، خیلی سوال خوبی پرسیدی و خیلیا می‌خواستن بدونن، چون که من ناگهانی رفتم. بعضی از یوتیوبرها هستن که مثلا یه گود بای ویدیو یه چیزی میزنن یا مثلا آل بی رایت بک ویدیو میزنن. من یه اتفاقی پیش اومد که ناگهانی رفتم و جای دیگه هم خیلی در موردش صحبت نکردم، ولی بخوام خلاصه بگم این بود که من یکم برن اوت حس کردم. یعنی دیلی آپلود که میکردم دیگه خیلی داشت. مثلا هر روز میذاشتی؟ هر روز میذاشتم، خودم هم ادیت میکردم. اوکی. اصلا نمیدونستم بقیه اصلا ادیتور استخدام کنن اینا. جلسه. خیلی راجبش نمیدونستم، چون که همون انگلیسی هم که صحبت میگم خودم ویدیوما ادیت میکردم. اینا دیگه ادامه دادم. البته بهترین مدلش هم واقعا اینه که آدم خودش بتونه ادیت کنه، چون تو دقیقاً میدونی چه نکته‌ای مثلا مهمترین پارت پادکستته. ولی خب خیلی خسته کننده. خیلی دست. خب ادیت خیلی زمان میبره، بستگی به تایپ کانتنت هم داره دیگه. مثلا بعضی از کانتا خیلی ادیت میخواد. چالش طوری درسته. اینجوری این بود که جوابش واقعا اینه. مثلا این نیست که مثلا یه حالا دراما بخوام بگم تو پادکست پوریا دراما همیشه، ولی این بود که زنگ گرفتی میگن. درسته. زن و بچه یه زن و بچه گفتن دیگه پادکست نساز دیگه. درسته دیگه، اونا برای پرایوسی نیست. آره شوخی میکنم. آف کورس خیلی خسته کننده است. یعنی خسته کننده که ببین من خودمم الان با اینکه خب این همه بیزنس های متفاوت دارم ران میکنم و خب خودمم توی چیز ایرانی پادکست ایرانی نمیساختم، یوتیوب ایرانی اصلا نداشتم و الان یه مدت کوتاهیه که اومدم توی این قضیه، شاید یک ماه داره میشه و تقریبا فکر کنم مانتورسری اون میشه که ولی الان داره خیلی ازم انرژی میگیره، خیلی زمان میگیره، ولی خب خوشبختانه بخاطر اینکه تیم قوی دارم، تیم خوبی دارم، بچه‌ها نمیزنن زیاد فشار روم باشه و خب ادیتینگمون، ویدیو گرفتنمون، حتی مثلا ستاپ قضیه که به ما این فرصت میده که الان از ونکوور کوبیدیم اومدیم تورنتو داری. با اکیپمون با کرومون که بیایم اینجا مثلا شروع کنیم واسه بچه‌ها کانتنت ساختن که بتونیم بهشون ولیو اضافه بکنیم. ولی اینی که میگی پس کلا به خاطر این بودش که اینا دست کسی ناراحت نشده بودی؟ نه از این داستان نیست، ولی پوریا خیلی نکته خوبی گفتی. یعنی تو یوتیوب خیلی مهمه که تیم درست داشته باشی که بتونی لانگ ترم این ولیو ها ایجاد کنی. یه چیزی که دوست دارم اینه که شما اینا استایل پادکست جوری که من دیدم با اینکه چند وقت یوتیوب هستم اینه که شما اومدی یه پادکست ها به طور مثلا با تیم شروع کردی و اون کمک میکنه اون ولیو ها درست بتونی منتقل کنی به درست.
گربه هم بودن اینجا رد شدن خوابیده بود پشت میدیدم گوشت چشم اکشنی داره انجامش. بله اینه که من خیلی حال کردم. حالا داستانه اینم بگو که چجوری ارتباط برقرار کردیم، چون که من دیدم که مثلا داری پادکست ها پروفیشنالی داری ولی میدی به آدم، چون که یاد گرفتی در طول زندگی چون ارزش یاد داری به صورت پروفیشنال درسته به مردم میگی. این خیلی سه باحال. ببین آخه چیزی که هستش اینه که من خب وقتی که وارد این دنیا شدم، وارد این فیلد شدم، وارد دنیای فیلد شدم، اول این چیزش به خاطر سهیل بود واقعا، به خاطر اینکه خب من همش داشتم کانتنت انگلیسی میساختم. سهیل نمیدونم نیومدش با ما این سفر رو. آره بعدش خیلی گفتیم آره نه بعدش من همش داشتم چیزای انگلیسی میساختم و آدینس انگلیسی. خب بالاخره کانادا زندگی میکنیم، ولی خب هیچ وقت رابطمو قطع نکرده بودم با کسایی که فارسی صحبت میکنن. ولی خب بعد از اینکه سهیل باش کانکت شدم، گفتش که یه پادکست ما هم دیگه بگیریم به زبون فارسی. منم گفتم شور بگیریم ببینیم چطوریه. تا قبل از اون راستش بخوام یک مقدار در رابطه با این که آقا مثلا الان در رابطه با من آدمایی که انگلیسی زبون هستن باشون کار میکنم چی فکر میکنن، یا اینکه الان من بیام کانتنت فارسی بذارم و اونا دیسکانکت میشن. خب بالاخره روی یه سری اکانتایی که همه چی انگلیسیه و تو به فارسی بذاری و زیرنویس انگلیسی هم نذاری، خب اونها یه ذره بهشون دیسریسپکت میشه، یه ذره بی‌احترامی میشه، چون فکر میکنن که اونا رو دیگه ایگنور میکنی. و اینکه بخوام بیام شروع کنم همه چی رو فارسی ساختن، انقدر از لحاظ کاری و ورک لود سرم شلوغ بود، نمیتونستم بیام دوباره همه اینا رو فارسی هم بخوام بسازم. تو ذهنم ولی همیشه بود. تا اینکه سوهر گفتش که ما هم دیگه پادکست بگیریم. بعد از اینکه رفتم با سوهر پادکست گرفتم، ویدیو اومد بیرون، من اصلا نمیدونستم سوهل میخواد کی پخشش بکنه، یعنی میدونستم میخواد بذاره ولی نمیدونستم چه زمانی. درست. بعدش نشستم توی آفیسم، یادم داره گوشیم دینگ 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 اینجوری هی چیز میشه. بعدش گوشیمو برش نمیدونم که مثلا 300 تا فالوور گرفتم در عرض یک ساعت. بعدش گفتم چه اتفاقی داره میفته، فکر کردم مثلا یکی اومده هک کرده داره مثلا واسه من فالوئری که فیک میفرسته کاری میکنه. درسته. بعد بعدش ویدیو آپلود شده. آره بعد به سوهل مسیج دادم گفتم ویدیو آپلود شده، گفتش آره روی اکانت برو ببین. بعد فهمیدم که او مای گاد چقدر مردم ایرانی درسته. از این قضیه که من اومدم فارسی براشون در واقع بالا موفقیت یا در واقع با داستان زندگی خودم، حالا حتی موفقیت زیاد فکر نکنم اونجا صحبت که میشد، حتی داستان زندگی خودم که چطوری یه آدم مهاجر بیاد از صفر بخواد برسه به حالا هر نقطه‌ای، دیدم که چقدر مردم دوست دارن در واقع با این بشنون. درسته. و احساس کردم تو اون پوینت که واقعا یه جورایی ریسپانسیبل یا وظیفه دارم که بتونم بیام این مسیج رو بدم. و اگر که اون لحظه ایگنور میکردم این قضیه رو و میگفتم که خب مثلا میدونیم مثلا زمانش رو ندارم یا اینکه بی خیال و اینا، یه ذره احساس میکردم بی احترامی شده مردم خودم. واسه همین دیگه اومدم وارد دنیای فارسی شدم و شروع کردم همه چی رو فارسی ساختن، که انگار اومد همه کار منو دو برابر کرد. یعنی چون من نمیتونم انگلیسی رو ول کنم، اون همینطوری که دارم همینقدر فارسی الان شروع میکنم کانتنت دادن، همونقدرم انگلیسی دارم میسازم و این خیلی از من زمان میگیره. ولی خدا رو شکر با تیم و با ستاپ کردن این قضیه درست میتونیم سیستمایز کنیم. من همیشه تو هر بیزنسی که دارم سعی میکنم یه سیستم به وجود بیارم و مثل یه کارخونهش بکنم که اگر من نباشم اون کارخونه هنوز ران بشه. ببینید دقیقاً واسه همین خب الان سیستمی که به وجود آوردیم و یه سری هم خب واقعا آدما از ایران ریچ اوت کردن بهمون و دارن یه سری کارا رو، انگار مثلا من برادر طرفم. درست. داره واسه من با جون و دل ایده ها میریزه، برنامه میریزه، کامنت میده که مثلا آقا اینو عوض بکنیم، اینو اینجوری بکنیم، اینو مثلا ادیت میکنه واسه من. اصلا کلی آدما رفتن فن پیج درست کردن. میدونی و این داره من نشون میده که بابا الان توی اصلا جامعه ما یه سری جوونی که تو سن کم بیان در تو بیزنس و در تو مایندست و در تو با موفقیت و در تو با اینکه چجوری آدم جوانای دیگه به جای اینکه بیان زمانشون رو هدر بکنن بیان یه ولیوی بگیرن. چون ببین الان مثلا جامعه ایرانی توی یوتیوب داره خیلی رشد میکنه، فکر کنم یکی از سالیدترین پلتفرما واسه الان جوانایی که میرن روش. درست. و حالا میتونن از توی اون بیان زمانشون رو بگذرونن. درست. یا میتونن بیان دوتا چیزم یاد بگیرن. خب ما چرا نمیایم این قضیه رو میکس بکنیم، یه چیز فان با یه چیز ولیوبل که بهشون ارزش هم بده، دوتا چیزم یاد بگیرن و بعدن اون
کارمایی که بهت برمیگره از من قوی ترین چیزه. واقعا همینطوره. و پوریا چند تا نکته خیلی مهم اینجا گفتی. یکی این که من خودم اینو بهت بگم، من جزو یکی از همون 300 نفر بودم که ویدیو رو دیدم، گفتم آقا چه خوب که تجربات زندگی important life lessons، تجربات زندگی مهمتونا دارین آقا به صورت خلاصه توی یه پادکست مثلا یه ساعته بیان میکنیم به صورت پروفشنال. یعنی اینجا درست. تیم هست دیگه، بچه ها هستن و واقعا چیز خیلی عالیه، چون کمک میکنه اونجوری شما مثلا میخواستی ادیت کنی، خب مثلا به فکر ایده نمودی که در مورد چی امروز صحبت کنم. یه تیم داری که به صورت پروفشنال کار انجام اصلا نمیشه، به خاطر اینکه من در کنار این قضیه حدود 30 40 نفر دیگه هم آدم هست که با هم کار میکنه. اوکی. و من خب واسه هر بیزنسی که دارم یه کسی رو گذاشتم که اون بیزنس رو داره منیج میکنه. ولی خب ات اند اف دی تو وقتی خودت اونر یه سیستمی باشی، یه بیزنسی باشی، همه اونا خاصه برمیگردن دوباره به خودت ریپورت میدن آقا امروز این اتفاق افتاد، این اینجا این اتفاق افتاد. بعد آخر سر تو میشی کسی که باید بیای همه مسائل رو حل بکنی، مشکلات رو حل بکنی. نمیرسم که اگه بخوام واقعا این کارم نکنم. و این قضیه واسه من لحاظ، یعنی خیلی ها من میگن تو چرا اصلا اومدی توی این قضیه؟ به خاطر اینکه ببین آدمی مثل من که خب بیزنس های دیگه اش دارن کلی واسش حالا اینکام جنریت میکنن، دنبال اینکام از یوتیوب نیست. این خیلی مهمه، مخاطب که تماشا میکنه بچه‌ها میگن آقا واسه همینم هم سری روش میکنی مثلا شما. درسته. ممکنه یکی دیگه بیاد با من یا با یه یوتیوبر خیلی بزرگ حتی خارجی بگیریم ویدیو درست بکنم، ولی اگر از it's not genuine، از ته دل نیست و کانتنت ارزشمندی نیست، بله. ممکنه فالو هم کنه چون طرف با اون ویدیو کنه، ولی بعد چند روزی اونجوری روش نمیکنه. من خواستم اینه بگم، وقتی که ارزش خوب میاد توی ویدیو، یک it's evergreen، یعنی الان ما 10 سال دیگه هم میتونیم بیایم این ویدیو رو ببینیم. دقیقاً. ویدیو خودمو که میبینم مثلا عینک داشتم مال مثلا 5 سال پیش، چه دوست چه اوزایی بود، دانشگاه برم یوتوش کنم. هی خودم سنش هم خب جابجا میشه، سنش بیشتر میشه، یه فصلای دیگه تو زندگیش باز میشه که دقیقاً. و من که تو یوتیوب بودم مثلا تو این 5 سال اخیر میدیدم مثلا همچین کانتنتی به نظر من با این ولیو خیلی جاش خالیه توی یوتیوب فارسی. درست. و خیلی خوشحال شدم و همینم جزو اون 100 نفر بودم همون موقع که دیدم. درست. فالو و کامنت گذاشتم چون دیدم این یه چیزی که it's rare I hadn't seen. درسته. همچین چیزی ندیدم. آره خیلی جالبه، چون با آرتिस्टای دیگه هم که داریم الان همکاری میکنیم واسه همین بیست تاک شومون که داریم میسازیم، اونا هم دقیقاً همینا میگن. یعنی میگن یه همچین گپ خیلی بزرگی بوده. و خب ببین یه چیزی هم که اینه که من دلیل اینکه قبلش وارد این قضیه نشدم که بخوام بیام یه همچین چیزی رو بسازم، چون از لحاظ ذهنی هم دنبال یه بکاپ واقعی بودم. درست. یعنی اگه مثلا من الان بیام شروع کنم در تو بیزنس صحبت بکنم، در تو با موفقیت صحبت کنم، پول صحبت بکنم، راه ها رو بخوام به مردم نشون بدم، اگه خودم آدم موفقی نباشم واسه چی بخوام بیام به اون گوش بکنن؟ واسه همین تو یه سری بیزنس ها و چیزایی وارد داشتم میشدم که هنوز به میوه دادن نرسیده بود، میدونی؟ یعنی داشتش مثلا استبلیش میشد و تا موقعی که خب من اونا رو نداشتم توی جیب پشتم نمیتونستم بیام بگم آقا من این کارو کردم. یعنی چون من فاوندیشنش سعی میکنن دقیقاً میدونی قضیه fake it till make it نمیخواستم باشه. دقیقا. میخواستم قضیه واقعی باشه که اگه یه نفر میاد میره اوکی میگه شما الان پوریا دیدم، حالا برم یه سرچی بکنم ببینم واقعا طرف چی کار است. دقیقا. درسته. بعد وقتی سرچ میکنم میگه اوکی این طرف سالید، این واقعیه، پس حرفی که میزنه درسته. و این ترنسلیت هم میشه، یعنی آن اسکرین مردم در تونی که صحبت میکنی، جوری که صحبت کنی، اطلاعاتی که میدی، طرف واقعا میتونه تو مثلا عرض یه دقیقه بفهمه تو واقعا اکسپیرینس داری. درسته. یا نه. درسته. الان من خب بالاخره توی همه بیزنس هایی که وارد میشیم به خاطر اینکه خودمو هیچ وقت دیسکانکت نکردم از اون بیزنس، حتی مارکتینگ، یعنی الان خب درسته الان فکر کنم مثلا من کلی اکسپریانس و نالج و اینا داشته باشم، آدم موفقی هم باشم، ولی از مارکتینگ و ویدیوگرافی و اینا هم هیچی حالیم نباشه، باز نمیتونم بیام این پرزنتیشن رو که با هم داریم میذاریم و بذاریم، میدونی؟ یعنی من یادمی باشه که جلو کامرا ویرد باشه، یا مثلا یادمی باشه که نتونه صحبت بکنه، یا مثلا یادمی باشه که در تو مارکتینگ نفهمه، آقا مثلا الان چه موقعی بیای پلتفرمتو بیاری بالا. یعنی کامبینیشن همه اینا با هم دیگه خدا رو شکر یه چیزی شده که الان تو این پوینت ما بتونیم بیایم آلین بکنیم روی این قضیه، که بعد از این که اصلا ما اومدیم مثلا من اومدم با سهیل یه چیزی رو گرفتم، من گفتم خب من چرا نیام مثلا برادتر بکنم این قضیه رو، چون به نظر من آدم چیزی که خیلی محدود داره زمانه.
درسته. و به خاطر اینکه ما سنمون کمه، حالا یه ویدیو هم گذاشتم، چون سنمون کمه فکر می‌کنیم زمان خیلی داریم، ولی وقتی که سنمون بیشتر میشه، مثلا میشه 60 سال 65 سال، هر یک سال حاضریم کل داراییمون رو بدیم که یک سال دیگه به عمرمون اضافه بشه. درسته. واسه همین الانم اگه مثلا من می‌خواستم بیام آروم حالا شروع کنم یه سری دو تا ویدیو بذارم، بعد بیام خودم ادیت بکنم، یا مثلا می هفته یه ویدیو بذارم، خب این صدای من به مردم، به جوونا، شاید 5 سال طول میکشید برسه. میرسید بازم، ولی 5 سال. ولی الان با تیمی که داریم، با اینکه خیلی هزینه بره، خیلی زمان بره، ولی مطمئنم در عرض 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه تا یک سال دیگه ما رو توی یه پوینتی قرار میده از حتی دنیای یوتیوب که واسه خودمون یه چیزی داریم، یه استاتوسی داریم توی این قضیه. میدونی واسه همین گفتم که خب ما زمان رو سعی کنیم سیو بکنیم، چون الان اگه من 5 سال سیو بکنم بهتر از اینه که بخوام 60 سالگی دنبال اون 5 سالم بگردم. واسه همین داریم فول فورس میریم، همکاری میکنیم، با آرتیست های دیگه کار میکنیم، شومونو داریم میسازیم. و این تایم سیو کردن خیلی مهمه دیگه، تو هر اینداستری، تو هر بیزنسی، تو هر شوی این تایم سیو کردن. اشاره کردی که مثلا شما گفتی قبلش انگلیسی کار میکرد، تو یه پیج انگلیسی هم داری شما. من خیلی واسم جالب بود، چون که منم انگلیسی اول شروع کردم فعالیت کردم، هم تو اینستاگرام هم تو یوتیوب همش انگلیسی بود. درست. ولی این اسنوبال افکت، این سری روش کردن زمانی اتفاق افتاد که واقعا حالا واسه شما این بود که با سهیلی درست کرد، واسه من این بود که یه ویدیوی برای واکنش خارجی یا به آهنگ ایرانی گذاشتم، ایرانی ها دارن کامنت زن و خیلی عجیبی بود اون موقع. درسته. تو 2019 که ببینم کامنت سکشن من تو یوتیوب استودیو که این کامنت ها میدونم متن فارسی هست، الف بای فارسی. درسته. اصلا خیلی برام جالب، من خودم مثلا فکر کنم 15 سال بود فارسی ننوشته بودم و الان دارم شروع کنم مثلا فارسی نوشتن، چقدرم کمک میکنه بهم، فارسیم خیلی بهتر شد. و اینم دوباره تایم سیوینگه. چرا مثلا ما میتونستیم انگلیسی کانتنت بذاریم. درسته. آقا به نظر من ایکس زمان طول میکشید. درسته. به نظر من الان هم مثلا شما خودتون توی موقعیتی هستین که بتونین والیبل اینفورمیشن به صورت پروفشنال به مخاطب بگین، هم هم الان کامیونیتی فارسی. درسته. داره این گپ وجود داره. مثلا ببین تو، مثلا من خب بالاخره تا 15 سالگی توی ایران زندگی کردم. درسته. و مثلا ما یه شبکه تلویزیونی هم نداریم در تو بیزنس صحبت کنه. دقیقا. یعنی جوانای ما مثلا میخوان تلویزیون هم نگاه بکنن، یا باید سریال ببینن، یا مثلا باید راز بقا ببینن، یا باید مثلا در تو با یه تجربه یه ساینتیستی رو گوش بکنن، یا مثلا چیزای مذهبی رو باید ببینن. ولی در تو ما اینکه آقا یکی بیاد در تو یه بیزنسمن در تو بیزنسش صحبت کنه، یه کارگردان بیاد صحبت کنه آقا چجوری اصلا کارگردان بشی. دقیقا. چه بالاخره هر کسی یه سری اشتباه میکنه. من خودم توی همه بیزنسام که ران کردم اشتباه هم کردم، بردم داشتم. درسته. درست. ولی خب چرا من بذارم اون اشتباه آدمای دیگه هم بکنن، وقتی که میتونم جلوی 5 نفر رو بگیرم که اون اشتباه بکنن. دقیقا. و اینکه این میتونه واسه خود من بنفیشال باشه. میدونی به خاطر اینکه ما همچین سیستم ایژوکیشن سیستمی رو نداریم حالا توی ایران، یا حتی واسه انگلیسی زبون ها دارن یه سری، الان منتورشیپ خیلی مد شده، خیلی ها منتورشیپ انجام میدن، و خب obviously خب زبان، کسایی که انگلیسی صحبت میکنن زبون اول دنیا، خیلی خب آدمای بیشتری هستن که حتی ما که ایرانی هستیم میایم باز به صورت انگلیسی میایم میسازیم کانتنت ولیو تیمنتمون رو. یعنی با اینکه میتونستیم فارسی بسازیم ولی انگلیسی میساختیم، پس داشتیم به انگلیسی زبونا کمک میکردیم. ولی خب واقعا من گفتم چرا نیایم واقعا به فارسی زبونا کمک بکنیم، یعنی چرا نیایم واقعا دست یه سری از جوانای کشور خودمون رو بگیریم، یا که واقعا هوامون اونا هم دارن. یعنی من خیلی هم قویه. دقیقاً. یعنی من چیز ریسپانسی که گرفتم و الان ریت جواب دادن، کامنت، صحبت کردن، مسیجینگ که دارم، توی 5 سالی که داشتم انگلیسی خب. میساختم همچین چیزی نبود. واسه همین میگم اینم یکی از همون تایمه. و به قول شما این سوالی که پرسین چرا ما نیایم واسه اونا که فارسی صحبت میکنن اون ارزش رو بذاریم. و این یه نوع اینویشن هم هست. دقیقاً. یعنی ما اومدیم داریم عوض میکنیم این داستانه. یعنی میگیم آقا یوتیوب یعنی من خودم زمانی که بیام مثلا بخوام یه چیز فقط فانی درست بکنم روی یوتیوب، ترجیح میدم اون کارو نکنم.
ده. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنم اون کسی که میگه چیز فانی میخواد درست بکنه، خب فقط دنبال اینه که ویو بگیره. درست. خب چرا میخواد ویو بگیره؟ میخواد مانتایز بشه، پول در بیاره. چقدر میخواد پول در بیاره؟ میخواد 1,000,000 ویو بخوره، 2,000 دلار، 3,000 دلار، 4,000، 5,000 دلار بگیره. درسته؟ درست. خب من اگه اون زمانی که بخوام بذارم بیام یه روز یه چیز فانی ستاپ کنم بگیرم رو بیزنس خودم بذارم، 50,000 دلار در میارم تا بخوام 2,000 دلار در. پس یعنی از پور یا شخص پور یا کانتنت فقط فانی خالی نمیبینی. ولی کانتنت خشک درای هم که من بیام یه کپیتالیست بشم اینجا با کت شلوار بشینم بگم این کار کردم اون کار کردم هم نمیبینی. دقیقا میدونی؟ یه چیزی این بیتوین میبینی که آقا هم اپروچبله، هم آدمیه که دوست داره کمک بکنه، همین که ببین از پوری بیزنسه. اصلا یعنی جنیوین. درسته. و این خیلی تو یوتیوب مهمه. یعنی فیک نیستی. به نظر من اصلا شاید یکی مثلا میاد کلیپ واتون زکوچم ولی کلا استایلش اینه، ولی خیلی کم پیش میاد. درسته. یعنی شما داری میگی که بربر داشت که صحبتی کردی اینه که آقا من دوست دارم ولیوی که میدم به خاطر پول نیست، و تو یوتیوب خیلی مهمه که اصلا کاری که انجام میدی واقعی باشه. واقعی باشه. درسته. به خاطر اصلا شما داری میگی بیگر پیکچر اینجا وجود داره. من واقعا دوست دارم به مخاطب که تماشا میکنم و اینقدر حمایت میکنم به قول خودت یه ماه جور کردی به تمام من میخوام کمک کرده باشه. مثلا اومدم به خاطر این قضیه رو اکانت اینستاگرامم نوشتم که اینجا هیچی برای فروش نیست. که مثلا بعضیا میان میگن مثلا من الان میخوام این کورسو بهت بفروشم، مثلا اونایی که منو نمیشناسن فکر میکنن شاید من اومدم اینجا یه چیزی به یکی بفروشم. اینم بگم پول ببخشید، it's okay sometimes to sell something. اوکیه که یه ارزشی یا بدی به یکی. درسته. مثلا الان تو خود خارجی ها هم پیش میاد یکی مثلا یه نالجی تو این چند ساله عمرش گرفته و میخواد اونا منتقل کنه. درست. من نمیخوام اون کارو کنم. دقیقاً اون نمیگم بده، اون اتفاقا خیلی اوکیه. هر کسی واسه نالجش و اکسپرینسش زمان گذاشته و یه سری اشتباها کرده که تونسته اونو به دست بیاره و هزینه بر بوده، حالا میخواد اونا رو در اختیار کی بذاره و هزینه‌شو به دست بیاره. درست. ولی من فقط فعلا فوکسم اینه که آقا من فقط میخوام ولیو بدم، فقط میخوام ارزش اضافه کنم و هیچ چیزی هم نمیخوام. بچه‌ها من اینو همینجا بگم، دوبینه اصلا نگاه کنم، برین سابسکرایب کنین کار پوریا. واقعا بچه توی این مدت من خیلی یوتیوبر باش صحبت کردم، پادکست صحبت کردم، الان پوریا اومده اینجا میخواد با تمام دلش ولیوبل کانتنت بذاره. یه سابسکرایب بزن اون دشمه زنگولم حتما یادت نره. همینطور برای امیر، واسه امیرم واقعا کارش درسته، یکی از خوش اخلاق ترین جوونایی که من دیدم، خیلی باهاش حال میکنم و اینکه آدمیه که خیلی موفقه و آدمیه که ایگو نداره و اون ایگو نداشتن توی این اینداستری از همه چی مهمتره. یعنی خب اصلاً اکانت من خیلی نوئه، من موقعی که تو مثلا منو فالو کردی 1,000-1,500 نفر داشتم، واسه کسی که بیاد مثلا با 150,000 نفر فالوور، یعنی کسی که اکانت 1,000 نفر فالو کنه، این واسه خیلی ها مثلا میگه ما فلانی ما این کاره کردیم. من میدونی من از اون آدمای اونطوری زیاد خوشم نمیاد، چنانچه میگم اپروچ بازم میکنن، دوست دارن با هم کار بکنم، ولی همچون وایبی رو بگیرم دقیقاً نمیکنم اون کارو، میدونی. ولی موقعی که با هم دیگه اصلا شروع کردم صحبت کردن اکسایتد بودم که اینو با هم انجام بدیم. حالا منتظر اپیزودمونم با سهیل هم باشیم، چون با سهیل هم خیلی باحال میشه، چون سهیل هم واقعا یکی از آدماییه که جنیوئنلی میخواد کمک بکنه به صورت خاکیه، میدونی، از جنس خود مردم واقعیه. واقعی بودن خیلی مهمه و میگم اصلا یکی از چیزهایی که منو کشون توی این داستان این بود و واقعی تر کردن خود منم بود، میدونی؟ درسته. و سهیل هم هر کسی که اینو میبینه بره آن سابسکرایب بکنه، بره بلاکش کنه و همه بیان منو سابسکرایب بکنه. دیروز من استوری گذاشته بودم، هر کی که این استوری رو میبینه با سهیل بره سهیل آن سابسکرایب کنه. دارم از دو سه روز اذیتش میکنم، شوخی میکنم. واقعا اگر که شما حال میکنید که من دارم کانتنت میسازم به خاطر سهیل، و واقعا برین ازش تشکر بکنید که من آورد توی این قضیه. خب حالا من در رابطه با کانتنت خودت صحبت بکنیم. من دیدم که الان داری یه ریبرندینگی انجام میدی و با یه چیز جدیدی اومدی دوباره وارد این قضیه میشی و میخوای بهتر کنی. میخوای خودت توضیح بده که ببینیم چیه درآمد. حتما. یه چیزی که میخواستم اشاره کنم، شما این پرسپکتیو خیلی مهمه. مثلا وقتی گفتین که توی کانتنت ایرانی این کمه، همچین ولیبل کانتنتی که مردم به خاطر اینکه واقعا بیان یه ارزش خوبی یا به مخاطب بگن دارن نشست
هستن اینجا دارن ضبط میکنن، اگه مثلا 1,000,000 ویو بخوره که مثلا $1,000 بگیره مثلا. خب این خیلی واسه من همیشه از همون اولش مهم بوده. الان که در مورد سوالتون دارم ترانزیشن میکنم، همینه که خودم هم که بزرگتر شدم، مثلا اون زمان واقعا برام فان بود ویدیو فان درست کنم، یعنی اصلا دوست برام جالب بود که من میتونم مثلا برم، خودم دانشجو بودم، برم مثلا یه چالش 24 ساعته انجام بدم و چه جالب واسش پولم میگیرم. خیلی با این قضیه حال میکردم، دوست داشتم مردمم اینو ببینن حال کنن. الان که بزرگتر شدم اصلا I can't imagine، نمیتونم تصور کنم که آقا دور اونا بردارم بگم 24 ساعت هم بگم توی استخر جله. اصلا نمیدونم یه اتفاقی افتاد وقتی 25 ساعت شد که دیگه با اون کانتنت حال نمیکردم. حالا disingenuine میشد، یعنی واقعی نمیشد اگه من میخواستم هنوز خودم رو فورس کنم درسته. که برم اونجور کانتنتی که قبلا درست میکردم و درست کنم، اعتبالی سعی کردم و I tried it because وقتی توی روتین میفتی میخوایم تو ادامه میدونیم جواب میده خیلی باحاله. فان دیگه، خب مردم فان رو بیشتر دوست دارم ببینن تا ولیو رو اتوماتیکلی. کسی فوتبال بازی کردن رو بیشتر دوست داره تا مدرسه رفتن امتحان دادن رو. 100%. به نظر من این کاری که شما داری میکنی، ولی حالا این فیوچر پروجکشن های منه، این من اینجوری حس میکنم، اینه که الان خیلی مثلا تو کامیونیتی فارس هم این چالش ها اینجور داستان ها خیلی ساتوریتد داره میشه. خب اگه این کاری که مثلا میگم، برای همین میگم کسی دیگه هم میتونه بیا در مورد بیزنس صحبت کنه، ولی اگه مثلا تیم نداره، از ته دلش نیست اون کار، داریم اتفاقا توی حتی یوتیوب فارس هم بعضی میان سعی میکنن انجام بدن، ولی چون که their intention is maybe نیتشونه که مثلا ویو بیشتر بخوره، بدی هم نیست، ولی خب مثلا ارزش پرایوریتی نیست، ولی پرایوریتی نیست، جنوین بودن پرایوریتی نیست، درسته. به جای نمیرسه. حالا کسی مثل شما، مثل سلو هیل بیاد و بگه آقا ما ویو اتفاقا چه خیلی خوبه، من اینجا بگم خیلی خوبه که ویو بخوره، ولی همچین کانتنتی ویو بخوره، it's a win-win for everyone. درسته، همه دارن برنده میشن. چرا؟ چون که آقا شما ویو خود بیشتر میتونی مسیج رو اسپرد کنی به بقیه آدما، اونام دارن بیشتر یاد میگیرن، یه فرد مفیدی میشن واسه جامعه. من بعدا خودم... میام بهت کمک میکنم، بعدا میام کمک. ایول ببین الان مثلا ما خب توی تلگراممون یه دونه اکانت داریم، پور صادقی آرمی، رایت، که مثلا کسایی که بیشتر دوست دارن نزدیکتر باشن با من صحبت بکنن، من اونجا وایس میذارم صحبت میکنم باهاشون تو طول دیلی بیسیس، یعنی مثلا روزایی که ویدیو نمیاد بیرون خب اونجا داریم صحبت میکنیم. اونا خب پس فردا 3 سال دیگه 4 سال دیگه 5 سال دیگه به یه استاتوسی توی زندگیشون بیشتر میرسن، و اگه واسه من که مثلا شکل سرمایه گذاری دارم 10 نفرم الان پاشم بیام بگم آقا ما الان اومدیم کانادا، چون خیلی الان دارم مسیج میدم ما داریم میایم کانادا، داریم میایم کانادا، داریم میایم کانادا، یعنی خیلی جالبه، خیلی خوب میان کانادا دیگه، درسته دیگه. و خیلی هم میگن آقا مثلا ما داریم میایم اونجا با انقدر پول چیکار کنیم. پوریا جان مثلا میدونی خیلی از این چیزا میپرسن، حالا اگه مثلا 3 سال دیگه 4 سال دیگه 5 سال دیگه پوریا تصمیم بگیره به جای اینکه الان خب الان دارم مثلا 4 تا های رایز میسازم توی کلونا، مثلا بگم مثلا من میخوام یه پروژه داشته باشم واسه فقط کسایی که توی این آرمی من هستن، یعنی بیان بگم الان مثلا یه دونه ساختمون میخوام بسازم، آقا کسایی که اومدن با من توی مدت هم فکری کردن کمک کردن، بیایم با هم دیگه این پروژه رو ببریم جلو. ببین الان گرند کاردون هم همین کارو میکنه. گرند کاردون خب یه دونه فاند داره، فاند هر کسی میتونه بیاد با یه پول بیاد، کاردون کپیتال، میدونی؟ خب این یه دونه از این قضیه بوده. مثلا میدونی مثلا واسه همین من حتی یه سری فیوچر پلان هم دارم واسه اون کسایی که با من دارن توی این مسیر میرن جلو، که حتی بعدها بیارمشون با یه سری از سرمایه‌گذاری‌هایی که خودم دارم انجام میدم شریک بشن. درسته، که اصلا بیان واقعا دیگه اون سودم برگرده به خودشون بهشون برسه. این کارای اینطوری هیچ کس نکرده، اصلا هیچ نیست. من برای همین دارم واقعا من ویدیو شما رو سهیلا دیدم، یعنی از همون on the screen از قشنگم رو با گوش بودم داشت ترنسلیت میشد، یعنی جور صحبت کردن، چون تا خب به خاطر اینکه این برام هستی و چیزای خارجی رو زیاد دیدی و متوجه میشی که الان ترند واقعی دنیا کدوم بره. دقیقاً، و همیشه ترند، همین که گفتین ترند، آدم باید ترند داره سعی کنه ببینه، پترن رو ریکگنایز کنه و ارائه بده. دقیقا. و اینکه من واقعا خیلی اکسایتد علاشم، واقعا هیستوری ان دی میکینگ، دقیقاً ایز هیستوری ان دی میکینگ، خیلی کامیونیتی بزرگی هم هستم و داره بزرگتر هم میشه. درسته، به نظر من این چه خیلی خوبه. و گفتیم مثلا گرند کاردون، یکی گرام استفنم راز بیزنس صحبت می‌کنه، مثلا اینا چه که جواب میده و there is a need for it. مثلا الکس هورموزی، به این مدلی که ما داریم الان اینو می‌بریم جلو، یه
یک جورایی استایل الکس هورموزی هم هست که اصلا با یه دونه عرقگیر میاد میشینه صحبت میکنه که مثلا بهت میگه بابا اصلا داستان این نیست. اتفاقا همین قضیه که من نوشتم اینجا هیچی برای فروش نیست، خود الکس هورموزی هم گذاشته بود I don't have anything to sell you. اگر بیزنست بالای 10 میلیون دلار در سال جنریت میکنه به من مسیج بده، من میخوام بیزنست رو از 10 میلیون بکنم 100 میلیون درآمد، درسته؟ و خب تو همین اینم از بروک بودن رفتن الان رسیده به 300 میلیون نتورک، درسته؟ واسه همین منم واسه همونو گفتم که ببین الان مثلا واسه من این که بخوام بیام درآمدی از یوتیوب بسازم اصلا nothing compared to چیزی که میتونم بسازم، ولی اون هر بیزنسی یه سری دایرکت بنفیت داره یه سری ایندایرکت داره. دقیقاً دایرکتش میشه مستقیم که همینی که مثلا الان بیاد مثلا پوریا معروف بشه، مثلا بیاد درآمد از یوتیوب داشته باشه، یه تبلیغی یکی مثلا بیاد، مثلا ما الان ردبول پول گرفتیم اینو بذاریم اینجا، میدونی این مثلا یه درآمد دایرکتیه که ما از این شو داریم میگیریم، از این پادکست داریم میگیریم که الان شوخی کردم obviously دعوت او ردبول، ولی یه سری هم ایندایرکته. ایندایرکت چیه؟ ایندایرکت اینه که الان من و شما با هم دیگه نشستیم، با هم دیگه و الان من یه آدمیو دارم، یه رفیقیو دارم توی تورنتو، میدونی این یه ایندایرکت بنفیته. بله. پس فردا مثلا تو میای ونکوور، با هم دیگه مثلا ونکوور میریم 4 تا جا با هم دیگه، دوتا ونچر شد، یا مثلا با سهیل الان یه سری برنامه‌های بیزنسی حتی با هم دیگه داریم. بله. میدونی، یا مثلا با آرتیستای دیگه داریم یه سری چیزای بیزنسی میبریم جلو. نتورکینگ خیلی صمیمیه میشه. اون خیلی قوی تره تا فقط به این فکر بکنی که آقا الان من میام ویدیو رو بسازم 4 تا ویو بگیرم. واقعا آخه تو چجوری مثلا میدونید، مثلا تو اگه از مثلا منو میدیدی، مثلا رو ویدیو اول منو میدیدی، بعد مثلا میدیدی من دارم یه کار فانی میکنم در رابطه با من، دقیقاً پرسپکتیو در رابطه با پوریا میشد یه آدمی که مثلا بیام باهاش کلابریت بکنم، میگفتی خب اینم مثلا یه آدم دیگه است که اومده توی یوتیوب، که چه فرق میتونه بکنه. خیلی فرق. من میگم اونم عشق درستن. یکی داره ویدیو فانوس که چونکه واقعا دوست داره و میخواد مردم رو بخنده، اون آخه تو اون فیلد داره میره جلو دیگه، اون فیلد یه فیلد متفاوتیه به قول شما. درستن. این ترانزیشن هم که شما پرسیدین که مثلا امیر و من خوب تونستم اون فیلد درک کنم، چرا؟ چون که توش فعالیت کردم. مثلا فیلد فان چالشی سایکون این سایکون اون، خب من درست. حالا میگم این بحث مثلا هیت نیست که بخوام رو اون اینداستری هیت کنم، یه سری آدم دوستا مثلا فرض کنین طرف دانشجوه میخواد فانم داشته باشه، میره این کار انجام میده و اوکی هم هست با اون. مثلا یوتیوب اگه آدم واقعا برای درآمدزایی بخواد بهش نگاه کنه سیگنیفیکانت نیست. ببین من یکی از دوستام اتفاقا هست جالب بهت بگم، یکی از دوستام موقعی داشتم بزرگ میشدم، مثلا 19 سالم و 18 سالم بودش، توی جی ان سی کار میکرد. جی ان سی که میدونی اون مغازه که پروتئین میفروشن، ساعتی 10 دلار داشت اونجا میگرفته کار میکرد. البته الان بگم اسم اکانتش میفهمن همه، حالا اسمش نمیگم، اسم دقیق اکانتش نمیگم، ولی یه روزی شروع کردن یه سری ویدیوهای فان روی یوتیوب درست کردن در رابطه با یه فیلمیه توی هالیوود که حالا فیلمم اسمش هم بگم باز میفهمن که چون خیلی معروف شده. خب یه سری که استار وار شروع کردن ویدیو ساختن، بعد از اون یهو اکانتش ترکید. درست. الان حدود مثلا 4 میلیون ساب داره روی اکانتش روی یوتیوب و مثلا الان فکر کنم مثلا ماهی 500-600 هزار دلار فقط از یوتیوب میگیره. آره. خب این سیگنیفیکن اینکام میشه. درست میدونی؟ یعنی اونم که فهم میکنی سیگنیفیکن نیست، نه میتونه خیلی سیگنیفیکن بشه، فقط اگه کلن فارسی باشه دقیقا تو ایرانی یه ذره نمیشتونه، نه کشششو اونقدر نداره دیگه. درسته. چون خود یوتیوب هم وقتی میاد میبینه تو آدینست آمریکایی هم به تو درآمد بیشتری میده، چون ادی که ران میکنه دقیقا روی ویدیوهایی که ایرانی ها میبینن با ادی که ران میکنه تو آمریکا میبینن. درسته. اون کسی هم که چون یوتیوب کاری که میکنه میاد ادو با تو شیر میکنه رونیوشو. آره. در اصل نمیاد به خاطر ویو به تو پول بده، میاد میگه من 4 تا ادو میذارم، از این 4 نفر انقدر پول گرفتم، اینو با تو شیر میکنه روی درصدیشو. حالا نمیدونم چه درصدی، مثلا 50 میکنه 55 یوتیوب 45 55 کریئتور 45 خب خوب شد که اینم فهمیدی. خب آره و اینم یه ولیو دیگه است که حالا من خیلی هم ممکن بود واسهشون سوال باشه. و یکی این که اون رونیو شیر میکنه بر سرویس هم که میده، خودشون دیگه مثلا تبلیغ ها رو میذارن، نه تو نباید بری دنبال یکی که تبلیغ. دقیقاً تو فقط باید فوکس بکنی روی اینکه کانتنت رو بسازی. حالا اون کانتنتی که میسازی اگه بیاد یه ولیوبل باشه که واسه خودت هم یه برند قوی درست بکنه چه بهتر. اگر بیاد فقط یه چیز فان
درست بکنی دیگه خب فقط داری یه جورایی روی الگوریتم یوتیوب دقیقا. کار میکنی دیگه، که من دنبال اون نیستم دقیقا. من آدم فانی ام، آدم جوونی ام، اپروچبل ام، ردیفیم با هم دیگه میدونیم جلو کامرا فانیم، جوک میکنم، ولی خب میگم هدف هم ایسته دیگه است، هدف اون ارزش است. و میگم این لانگ ترم آدم ها اون ریلیشنشیپ ها با شما به وجود میارن، نه تنها خود یوتیوب به عنوان ریونیو شیرینگ میتونه جذاب باشه، خب اوور تایم دیگه، خب و اتفاقا باید هم باشه که بتونه این سستینیبل باشه این بیزنس دقیقا. حالا من ایسته خیلی فانم واسه بچه ها در چیز دارم بگم، بگو ببین من ایسته دیگه که شاید واسه ایرانی ها آرزو باشه که نتونن، یعنی همچین چیزی رو هیچ وقت نتونن داشته باشن، من میخوام اونم پاسیبل بکنم واسه شون. که چیه؟ ببین اینه که الان اصلا ما کانتنت کریئتوری نداریم که بیاد ورداره یه سری از آدمای قوی انگلیسی رو بیاد باهاشون صحبت کنه. دقیقاً. You know؟ مثلا ما میایم کانتنت میسازیم با چند تا نفر معروف ایرانی، ولی خود مثلا گرند کاردون رو من دوست دارم بیام واسه جوانای ایرانی صحبت بکنه. میدونی؟ آره. یعنی بیاد مثلا یه ترنسلیتور واسش بذارم. بگم آقا آقای گرند کاردون شما نشستی الان یکی از قولای ریل استیت دنیایی، 24000 تا واحد آپارتمان داری که دادی اجاره، درسته؟ درست. الان تو بیا انگلیسی صحبت کن، مترجمت فارسی، منم فارسی، با همدیگه صحبت بکنیم و با آدینسی که ایرانی ها دارن میبینن. این خیلی بوم میشه. یعنی یه سری چیزای اینطوری رو اصلا من ندیدم که بخواد یوتیوب ایران بکشه این قضیه رو. میدونی نه. چون میدونی برای همین اینویشنه. دقیقاً دقیقاً. یعنی من توی اونم که اونو تپ کنم و بتونم، یعنی دوست دارم که کسایی که اینو میبینن بیان انقدر ساپورت بکنن که منی که از لحاظ مالی تواناییشو دارم که بتونم این آدما رو بیارم روی چنل خودم. چون من یه گرند کاردون رو صحبت کردم گفت ساعتی 50000 دلار میگیره بخواد بیاد روی چنلمون باهامون صحبت بکنه. درست. من اوکی ام که بیام بهش ساعتی 50000 دلار بدم که بیاد باهامون صحبت کنه. چون خود الکس هرمزی هم 2 ساعت دخترش بهش کادو داده بود که آره گرند کاردون بگیره، 100000 دلار داده بود که مثلا 2 ساعت با گرند کاردون. آره از اونجا یه منفجر شد خودش. آره خودمون ویدیو هم منفجر دقیقاً خود. حالا منم اوکی ام که بیام بعدم آقای گرند کاردون رو بیارم که واسه ایرانی‌ها صحبت بکنه، ولی اگر پوریا 1 میلیون ساب نداشته باشه، اگه پوریا 1 میلیون اینستاگرام فالوور نداشته باشه، من بیام به ساعتی 200000 دلارم بدم، گرند کاردون شاید نیاد مثلا بگه خب چقدر آدینس ایرانی میاد با این ریچ میشه. چون اونم تو اون پوینتی که بیلیونره فکر نکنم دنبال اینه که بخواد از ساعتی 50000 دلار پول در بیاره، چون اونم اوبیسلی اینکامش از ساعتی 50000 دلار بالاتره. درست. اونم دنبال اینه که بتونه یه لگسی داشته باشه. واسه همین خیلی خیلی نکته خوبی گفتی پوریا. واسه همین مهمه که حالا شما این کارو ادامه میدی، بچه‌ها هم همه قد که سپورت کنیم، بیشتر سپورت کنن که این جا بیفته. دقیقاً. و مثلا نکنه مثلا میگه آقا اصلا 50000 دلارم نمیخواد بدی. دقیقاً. من چون که تو خیلی پارا با قرصن مخاطب، من دوست دارم، ما الان اومدیم کانادا میخوام چند تا پادکست انجام بدیم برای اکسپوژر. شما انگلیسی هم حرف میزنیم خیلی با اینا راحت تر کانکت میشیم. این حالا مثلا یک کسی خیلی انجام میدم، گریوی رو بردارین بیاریم صحبت بکنه. مجانی انجام میده، میگه من مثلا دارم میام تو این آقا گریوی زنش ایرانیه. آره میدونی آخه وقتی گریوی زنش ایرانیه دیگه واسه ماست، با ماه باید بیاد صحبت بکنه. خبی الان سابسکرایب کنی قسمت بعدی گریوی واقعا نه آخر بشم. ولی خدایش مثلا من هدفم اینه که بتونم مثلا توی یه لول دیگه ببرم این قضیه. چون ببین من سیستمم این نیستش که من همیشه یه مثال اینطوری میزنم، میگم من وقتی که میخوام برم یه مسابقه ماشین بدم پا نمیشم، من پژوش نیستم، من فراریشم. میدونی الانم که توی این اینداستری اومدم با پژو نمیخوام وارد بشم، دارم با فراری وارد میشم. به عنوان یه فراری وارد میشم توی، یعنی اگه میخواستم یه کارخونه ماشین داشته باشم نمیرفتم صاحب تویوتا بشم، مثلا صاحب فراری میشم. دوست داشتم همیشه پرستیجی داشته باشه، لاکچری باشه و اون قدرت رو داشته باشه. باید هم همینطور باشه که اون ولیوی که میذاری هم ارزششونه. یعنی دقیقاً It has to be that, like this. دقیقاً. یعنی الان مثلا یکی مثل من اومده توی این باید بتونه ولیوهای دیگه‌ای که با خودش آورده توی اینو اضافه بکنه که بتونه این قضیه رشد بکنه. ولی اگه منم بیام حالا شروع کنم مثل بقیه کانتنت ساختم، منم بیام هیچ تغییری توی این قضیه به وجود نیارم، دیگه پس پوریایی که میگفتن پوریا چی شد؟
آره پوریا اولش هم گفتی من خیلی خوشم اومد این کلمه که گفتی ریسپانسیبلیتی همون وظیفه درسته آدم اون حسا که داشته باشه اینا خودش جا میفته که مثلا با فراری وارد بشم دقیقاً. با تیم وارد بشم دقیقاً با ولیو که میدم خودم انجام داده باشم نرفته باشم مثلا از ویکی‌پدیا اینجاست دارم الکی میگم که دقیقاً. یه ویدیو درست کرده باشم دقیقاً. که مثلا اینقدر ویو بخوره دقیقاً. و این چه خیلی مایندست خوبه واسه یوتیوب شروع کردن درسته. تو یوتیوب موفق شدم شادم الان دارم خیلی تو ماچ انجام میدم بعضیا میگن بابا تو الان داری موتور تو داری الان بنزین هواپیما میریزی توی موتور پژو یعنی با این سمه چیزایی که داری مثلا خیلی داری قوی میری جلو و داری خیلی چیز کار میکنی هنوز مثلا چنلات به اون پوینت نرسیدی که بخوای بهترین ریزالت از اینا بگیری میدونی ولی خب دیگه باید توی یه پوینتی پوش بکنی که برسه دیگه میدونی آدمایی مثل شما باید کمک بکنن ما رو که ما توی قضیه بتونیم به آدینس بیشتری برسیم برادکست بشیم و بتونیم بعدها من یه سری دیگه هم که همیشه میگم اینه که ببین ما یه تیمیم درسته تیم ما قوی بشه هممون قوی شدیم یعنی اگه الان من کمک بکنم امیر بشه 1,000,000 ساب دقیقا. فردا دوباره با پوریا کار میکنه پوریا میاد بالا بسید. اگه پوریا بشه 1,000,000 ساب 5,000,000 ساب دقیقا. پوریا دوباره میاد با امیر کار میکنه دقیقا. امیر میاد بالا پس ما یه تیمیم من نمیدونم دستام بزنم روی سر تو رو بکنم زیر آب که خودم بیام بالا دقیقا. اون یه چیز اشتباهیه ولی دست تو رو بگیرم با هم دیگه بریم بالا تیم کلابریت میکنه دقیقا مثلا مستر بیستی که میاد ویدیو میسازه مثلا با اکیپش پا میشن میرن توی هواپیما که مثلا یه مسیر 500,000 دلاره چرا ما نکنیم چرا ایرانی ها نباید هم چیزی داشته دقیقا. باشن ما وی دیزرو ما همون قدری لیاقت داریم که همه آدمای دیگه دارن قدمتمون هم خیلی زیاده آدمای خیلی باحالی داریم ولی به خاطر اینکه خیلی پشت سر هم دیگه نیستیم بعضی موقع بیشتر دوست داریم خودمون یک اول بشیم اصلا اولی آخری نداره هر کدوم از ماها توی یه فیلدی قوی هستیم یعنی من توی یه چیزی قوی شدم شما توی یه چیز دیگه از من خیلی بیشتر اکسپیرینس داری ما با هم دیگه در کنار هم دیگه میتونیم با هم دیگه نمبر 1 بشیم این پرسپکتیو همینه دیگه این اصلا چیه پوری داره میگه یه نو وی اف یه متفاوت به دید به زندگیه یعنی آقا مثلا ما میتونیم با هم دیگه برنده شیم مثلا 1,000,000 میشه با هم دوست کنیم ایشون هم دیگه میشه بعد 2,000,000 3,000,000 و رشد دقیقاً رشد واقعی اتفاق اینجوری میره کسی که مثلا بخواد بقیه بذاره پایین مخصوصا تو خود یوتیوب تو یوتیوب اصلا جوری که کار میکنه جوری که پلتفرم ساخته شده اینه که آقا سه جنس میشه مثلا الان پوریا یه ویدیو داره میذاره بغل زیر ویدیو پوریا یه ویدیو از سهیل هست سهیل هم اینجوری داره ویو میگیره سهیل که با پوریا ویدیو میذاره پوریا ویو میگیره و اصلا جوری که خود پلتفرم یوتیوب ساخته شده به نفعمونه که رو تیم هم دیگه باشه اصلا الان میگن کلابریشن از نیو کمپتیشن میدونی یعنی کلابوریشن وقتی که الان مثلا شما بازی همین تنیسو که یه بار فکر کنم مثالش زدم بازی آخری که داشتش فدرر بازی میکرد اون یکی کسی که همیشه باهاش مسابقه میداد و چی بودش اون پسره که دستمال سرم میبنده همیشه اون موقع هم اسمش یادم رفت اون اومد گریه کرد یعنی با هم دیگه اینا با هم دیگه کمپتیشن خیلی بالا داشتن ولی آخر سر که داشت خدافظی میکرد با هم دیگه فهمید چقدر دوست بودن اصلا گفتش دلیل اینکه من تونستم به این لول از موفقیت برسم این بوده که تو هیچ وقت نمیخواستم ازت عقب بیفتم درسته فرندلی کمپتیشن دقیقاً فرند واسه همین ما باید اینو به این پوینت برسونیم و میگم همین کاری که داریم با هم دیگه انجام میدیم امیدوارم که بچه‌ها ولیو اینو ببینن بازم میگم با هم دیگه کار انجام بدیم حالا از من از ونکوور تو از کجای دقیقاً کانادا هستی؟ همیلتون. از همیلتون به صورت آنلاین به صورت کانتینیوسلی با هم دیگه همکاری بکنیم که بتونیم باز به آدمای بیشتری ریچ اوت بکنیم و ولیو اضافه تر بکنیم دیگه به همه. بله 100% و واقعا میگم اکسایتدم میدونمم که اینجور کانتنت الان پوریا اشاره کرد که مثلا موتور چیا داری میریزی هواپیما رو بریزی هواپیما تو این به نظر من خب هرچی که آدم قوی شروع کنه همون قدم تراجکتوری میبینه الان خود پوریا واقعا دمت گرم پوریا تو این یه ما به قول خودت خوب خودت راضی هستی آخرش هم مهم اینه که خودت راضی باشی یعنی you only set that goal for yourself ولی خب من که نگاه میکنم خیلی قوی داری پیشه و اینا همینجوری ادامه میدی 100% و واقعا الان یوتیوب فارسی
I'm that it's growing. Of course, it's growing and it needs people like us. آدمایی مثل ما که بیان ردیفش بکنن. میگم بازم حالا با هم دیگه دوباره ویدیو میسازیم، صحبت میکنیم. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. مخصوصا کامنت بذارین در تو چیزایی که از این جلسه یاد گرفتین، چیزایی که میخوایم ما با هم دیگه بسازیم، چون قراره با هم دیگه کلی کار انجام بدیم. و اینکه شما هستین که من همیشه چیز دیگه هم میگم یه پروداکتی که یه شرکت میخواد بسازه، اون پروداکت رو اول به صورت خیلی سیمپل اگه بسازه بعد بده تو مارکت، خود مارکت شیپش میکنه. پس این شماهایی که میان و کامنتتون و چیزایی که میگین، نظری که میدین، از ما میخواین که اینو دایرکت بکنیم به سمتی که ولیو بیشتری به خود شما اضافه میکنه. پس اگه ساکت باشین، چیزی نگین، ما مسیر خودمون رو میریم، ولی اگه بخواین نظر بدین، کامنت بذارین، مسیری که شما میخواین رو جلو میریم. اگه ویدیویی هم هست که دوست دارین ببینین یا سوال دارین، حتما همونجوری که پول گفت بذارین تو کامنت ها، اینجوری تو نظر خودتون ها. بازم دمت گرم، مرسی که اومدی، خیلی خوشم اومد. مرسی که دعوتم.